بچه هم وطنان گرامی، مشیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است و ششم از ماه ژانویه 2016. در روزهای چهارشنبه به مدت یک ساعت خدمت شما همچنین زنده هستم. روز جلسه در باب مناسبات ایران انگلیس صحبت میکنیم. پیش از اون که بپردازیم به برنامه خدمت شما، عرض می کنم که ما در روز 31 ژانویه از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر در پترولیوم کلاب خواهیم بود در اوکلاهاما سیتی، در آدرس 100 نورت برادوی در اوکلاهاما سیتی 7302. و زحمت این برنامه و گردن دوست عزیزم آقای علوی، آقای فریدون علوی نازنین، تلفن ایشون 405-760-2637 هست. اگر سوالی داشتید 405-760-2637. از یک موضوع دیگری که لازم است و اشاره کنم، در گذشت سرکار خانم هما ناطق، بانوی محقق و ایران شناس مملکت ماست که در سن 81 سالگی در روز اول ژانویه در گذشتند. ایشون هم میشود گفت در واقع به نوعی ذهنیتشان یادگار مشروطه است، به لحاظ این که پدر ایشون آقای مهندس ناصح ناطق، از صورت که اینها زاده ارومیه بودن و در واقع در همون رشته مشروطه و در اون حال و هوا کار میکردن. خانم هما ناطق تحت تعلیم پدر قرار گرفت، بعد مقام های بلند رسید، در سوربن تحصیل کرد و بعد با آقای دکتر ناصر پاکدامن که ایشون هم محقق دانشگاه بودن آشنا شد. فکر میکنم بیشترین تأثیر رو در کارهای علمیشون رو از فریدون آدمیت گرفتن. فریدون آدمیت خیلی با هم کار کردن و با هم نزدیک بودن. آدمیت هم استاد بود در تحلیل، از کنم که مشروط، کارهایی که از اون روزگار باقی مانده، روشنفکران قبل از مشروطه. این است که خوماناطق هم بیشتر در این کار تخصص داشت. آثاری بسیاری از ایشان هست. حالا به موقع یک فرصتی در باب ایشان مفصل صحبت میکنه. خدمت شما عرض کنم دیروز آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا رو دیدم که آمدن و در واقع در باب موضوع کنترل اسلحه در این کشور، کنترل اسلحه میسر نیست، جزء قانون اساسی است. از سوی دیگر لابیست‌های کارخانه های اسلحه سازی به قدر قوی هستن که هر کس بخواهد بگوید بالای چشمت ابرو، دیگه قوقایی برپا میشه. مهمترین اینها NRA هست، National Rifle Association. اوباما دیروز میگریست. من اولین بار بود که دیدم رئیس جمهور آمریکا گریه میکرد برای کسانی که کشته شدند، بچه هایی که توی مدارس کشته شدند در طی این مدت گذشته که اتفاقاتی 500 پشت سر هم افتاد و یک دیوانه اسلحه برداشت و رفت و تعداد زیادی رو کشت. و این بار دیگر اوباما منتظر مجلس نشد، منتظر کانگره نشد، چون عرض کردم اینجا مملکت قانون هست، باعث قوانین از دو مجلس بگذرد
اما یک پدیده داریم به نام executive order که رئیس جمهور میتواند بدون مراجعه به سنا دستوری صادر کند. این یک executive order هست برای کنترل، نه کنترل بکنن از دست مردم بگیرن، چون چیزی میسر نیست. برای اینکه کسی بره بر اصله بخرد، مثلا بیشتر در باب سوابقش تحقیق بشود، چیزهای از این قبیل. و دیروز عشق میدید و در کشورهای غربی برعکس ما که گریه کردن بسیار پسندیده است و بایستی گریه بکنیم. البته برای هیچ چیزی ما نباید گریه بکنیم، برای اوضاع احوال مملکت، برای عقب افتادگی ها، برای فقر و بیکاری، برای این ادبار، برای استبداد، برای از کنن که خفقان، برای احقاق حقوق خود گریه نباید بکنیم. برای حسین گریه بکن، برای حسین، فقط برای حسین. انقدر برای حسین گریه کردیم که اشکی نداریم برای چیز دیگه گریه کنیم. باری بله، انقدر این حسین اشکای ما رو از ما گرفت که اگر یه روزی بخوایم برای بچه همونم گریه کنیم دیگه اشک پیدا نمیشه. بله، اینجا پسندیده نیست. به بچه یاد میدن که مرد گریه نمیکنه، حواستون باشه مرد گریه نمیکنه. در حالی که خیلی خیلی احمقانه است این صحبت در مغرب زمین. مردم گریه میکنه، مردم آدمه، آدم دارای عواطف هست، عواطفش تحریک میشه، گریه میکنه، اشکالی نداره. در فرهنگ ما ببینیم رستم هم گریه میکنه. عرض کنم که بزرگترین پهلوانان در صورت بروز فاجعه سانحه میگریند و این هیچ اشکالی ندارد. من رئیس جمهور آمریکا نیده بودم و نشنیده بودم که در واقع اشک از صورت جاری بشه به خاطر بچه هایی که کشته شدن. نیکمرد سلیمی است این آقای اوباما، یک سال هم بیشتر از ریاست جمهوریش نمانده و البته خب اینجا کشور دموکراسی است، گروه های مختلف چپ و راست هستن. این گروه های دست راستی مثل این فاکس نیوز و اینها، اینا همش ردنک، هر کاری هم که این مرد بکند اینها ایراد ها میگیرند و داستان ها میسازند و اینا نمایندگان دست راستی ها هستن. اینا در واقع همون جنگ طلب ها هستن این فاکسی ها، و هر عمل انسانی هم که اوباما بخواد انجام بده در واقع اینها از کردن جلسه میکنن و برعکسش چیزی میگوین. خب این طبیعت دموکراسی شید، اشکالی هم ندارد. حالا از اینکه آقای اوباما در باب سیاست خارجی خیلی نیرومند نبوده اون مطلب دیگری است، اما انسان شایسته است. اجازه برید از این هم بگذاریم، بپردازیم به مطلب در واقع مناسبات ایران و انگلیس. دوست عزیزی زنگ زده بودن که آقا این پرژیا ایران رو، یعنی پرژیا رو به ایران تبدیل کردن هم کار انگلیس ها بوده. حالا باید مدرکشون رو ببینیم که چی بوده، چون میدونید ایران که برای ایرانی ایران بوده. این رو من 500 باری گفتم اما یه عده هنوز متوجه نمیشن. من نمیدونم یه قضیه فیثاغورس، این نمیدونم نظریه آلبرت اینشتین که نیست که فهمش سخت بشه. من نمیدونم چرا اینقدر سخته. آقا ایران برای ایرانی ایران بوده. فردوسی بیشتر از 700 بار میگوید ایران برای ایرانی ایران بوده. اون ایرانی اولیان که اومدن اینجا ایران خواندن منطقه رو، عرض شود که همین فلات ایران رو، و ایران بوده. اما جهان ایران رو پرژیا میشناخته، پرژیا، و بزرگیش هم در همین بوده به خاطر که در روزگار عظمتش پرژیا بوده، در روزگار هخامنشیش، در روزگارهای بعد از هخامنشی پرژیا، پرژیان امپایر، یعنی امپراتور پرژیا ایران،
و در نوشته های یونانیان، رومیها، غیر ایرانیان، پرژیا میگفتن و جهان ایران رو پرژیا میشناخت و این درست بود و این خوب بود چون مدنیت این مملکت و روزگار عظمتش در این واژه پرژیا بود. خود ما که ایرانی بودیم میگفتیم ایران، مثل مصر، آقا مصر، ایجیپت، ایجیپت. حالا شما فرض کنید که فردا بخشنامه بکنن که به ما نگویید جیب، نگوید ما بگوید مصر. این دیگه هویتی نمیمونه برای این سرزمین تاریخی. این در واقع کار خیلی اشتباه و غلطی بوده. 1935 بخشنامه کردن به این سفارتخونه ها که به ما نگید پرژیا، به ما بگید ایران. به این کار اشتباهی بوده، خیلی اشتباه بوده، چون عرض کردم ایرانی ها خودشون ایرانی میرانستن، در تمام نوشته هم ایران بودن، اما در همه نوشته ها جهان ایران رو پرژیا میشناخت و تو هم در واقع یک فهوای پرعظمتی بود این پرژیا کردنش ایران. مثل ایران، مثل ایجیپت رو بگیم مصر، مصر میگه مصر کجاست، میگه مصر محله سعید بغل بغل دست. عرض کنم که همین آقا که پنچر میگیره بقید کسی نمیشد. باری اینم یه اشتباه بزرگی بوده که خب تحمیل شده، از جهالت بوده، از نادانی بوده، از بیفرهنگی بوده، که حالا هیتلر گفته من آریاییم، ما بگیم ایرانی و برژیا رو بکنیم ایران که ما هم به هیتلر منصوب بشیم، هیتلر حتما جنگ رو میبره. از این چیزای بیعقلی بوده دیگه در اون روزگار گذشته. حالا بگذاریم. عرض کنم خدمتتون که بارها به این مطلب مخلص اشاره کردم که وقایع تاریخی، وقایع بزرگ تاریخ دارای یک علت نیستن و یک مغالطه هست به نام The Fallacy of Single Cause. آدم های ساده اندیش سعی می کنند که قضایای پیچیده رو با یک علت بیان کنند. یعنی بپرسید که آقا این انقلاب ایران چی شد؟ میگه خاک بر سر این جیمی کارتر کنند. این جیمی کارتر باره برفت. اون یکی میگه، عرض کردم، همش دست این حاجی جوادی بود. این حاجی جوادی؟ بله. یک قضیه پیچیده‌ای مثل انقلاب ایران شما مطمئن باشید علل مختلف داره، علل مختلف داره. حالا این مطلب رو عرض کردم که در واقع یادآوری کرده باشم. در موضوع ایران شما می‌دانید که ما در روزگار فتحعلی شاه قاجار بهترین استان‌های ایران رو از دست دادیم، استانهای زرخیزی که امپراتوری های مملکت رو پشتیبانی کرده بودند رو از دست دادیم و قریب 600 هزار کیلومتر مربع بوده از دست دادیم. اینها زمینه های قبلیش رو پادشاهان قبل از فتحعلی شاه در واقع آماده کرده بودند، از نظری که نارضایی ها تولید کرده بودند در این استانها. مثلا فرض کنید تا اونجایی که به قفقاز مربوط میشه، همین ارمنستان و اینها، این قزلباش ها پیش از اون که به حکومت برسند و اینها این کلاه 12 تک رو سر گذاشته، شمشیرهای قزلباشی هر روز میرفتن اینها رو غارت میکردن. مثلا عرض میکنم غارت میکردن. یا اینکه عرض شد که نادرشاه حمله کرده خب به هندوستان، اونجا رو گرفته. خب مسلم است که این همسایه قدیمی ما، این پسر عموی ما رو ناراحت کرده و دوباره به داغستان حمله کرده. چه جنایات عجیبی اونجا شده، به ماوراءالنهر حمله کرده اینها و رفته رفته نارضایی در این استانها توسط همین بعض پادشاهان ایران، بعضی نادان، بعضی دانا به وجود آمده.
همین در واقع جدا شدن افغانستان، اینها آدم میفرستادند از اصفهان، میگفتند اینها سنی هستند، این افغانها از ظلم کم نکنید، هر چی میتوانید به اینها ستم کنید، که چی شده که سنی هستند. اینا زمینه هاش فراهم آمده بود در روزگار صفوی و بعد از اون. و وقتی میرسیم به روزگار فتحعلی شاه، مثلا پدر او نام محمد خان قاجار در تبریز جنایت ها کرد که حقیقتا ایران رو بدنام کرد در مناطق ماوراء ارس، در حالی که شهر تسلیم شده بود قتل عام کرد این مرد نیمه مرد قتل عام کرد. بعد حکومت رسیم فتحعلی شاه. این فتحعلی شاه پسر برادر آقا محمد خان هست و فضیلت های آقا محمد خان رو نداشت، در عوض عیباش رو داشت، یعنی شجاعت و تدبیر آقا محمد خان رو نداشت، اما پول دوستی او رو داشت، خصاصت و لئامت او رو داشت. اینا خیلی عاشق پول بود. وقتی جنگ می شد و اینا، فکر کشته شدن سربازان و از دست رفتن مملکت اینا نبود، می گفت چقدر پول خرج کنیم، این باید تمام پول ها رفت، پول می کرد. بعد از پرداخت جریمه های سنگینی که در همین آذرشهر اتفاق افتاد، که روسا ترازو آوردن در نزدیکی آذرشهر بعد از ماجرای ترکمانچای، نقره ها رو از کنم وزن می کردن. بعد به عباس میرزا گفته است من تو رو بعد از این چیز آذربایجان میکنم استاندار، به شرطی که این پولایی که از خزانه من به خزینه من رفته اینا رو برگردونی. مرد پول دوستی بود و مرد بی ارزه‌ای بود. این فتحعلی شاه میره مقابل آینه و این ریش انبوی درست کرده بود، گمان میکرد زیباترین و لایق‌ترین و بهترین شاه جهان است و این رو باور داشت و گمان میکرد که در هیچ جنگی این آقا شکست نمیخورد و همین اوهام رو در سنگ قبرش هم داد نوشتن. در روزگار این فتحعلی شاه دنیا دگرگون شده بود، در واقع رنسانسی دیده بود اروپا، انقلاب صنعتی و شبکه رقابت بین اروپاییان، کشتی سازی و موضوع استعمار اینها، و نگاهشون به شرق بود، چون شرق بود که محل ثروت بود، جای زرخیزی مثل هندوستان همواره مورد نظر و طمع اروپاییان بود. فرانسوی ها اونجا رفتن، بعد انگلیس ها رفتن فرانسوی ها رو بیرون کردن، بعد ناپلئون نقشه کشید که اونجا برود و اونجا رو بگیرد و منافع انگلیس رو قطع بکند، که اینا داستانهاش در این صحبت هایی که می کنیم خدمت شما خواهم گفت. ناپلئون دشمن قسم خورده انگلیس بود، اما انگلیس در اوج قدرت بود. اینها در واقع در اتحادیه‌های مختلفی که تشکیل دادن علیه ناپلئون، مرتب اینها رو شکست میداد. ناپلئون بناپارت یکی از دو سه ژنرال بزرگ تاریخ است. در اینکه جنگاشو که نگاه بکنید، مثلا ببینید در یک جنگ 4 اتحادیه رو شکست داده، یعنی 3 امپراتوری، 4 امپراتوری آمدن با همه سپاه و همه تجهیزات، ناپلئون به تنهایی اینا رو شکست داده. اینا و این ناپلئون آمد و فکر کرد که به کمک روسیه از طریق ایران بروند و هند رو بگیرن، انگلیس ها رو بیرون کنن، منافع اینها رو قطع بکنن. اما عرض شود که این پاول یا پا که این امپراتور روسیه بود، این رو کشتن و اوضاع دگرگون شد. و بعد قضایای جنگ با ایران شد، جنگ با ایران و روس. 2 دوره ما جنگ داریم که اولیش حدود 11 سال طول کشیده، دومیش خیلی سریع ما ماشاءالله شکست خوردیم و زمین هاون دادیم. و در طول این جنگ اول هست که فتحعلی شاه یک نامه نوشته است به ناپلئون
و ناپلئون هم جواب داده و انگلیس ها متوجه شدن که وحشت داشتن از ناپلئون، که ناپلئون چنون قصدی داره و اینها. همونطور که عرض کردم یه سرجان ملکومی به ایران فرستادن و عهدنامه بستن، عهدنامه بستن با فتحعلی شاه که بله چند ماده داشتین عهدنامه خدمتون گفتم که ما با هم دوست هستیم و چنین و چنان میکنیم و طبق این قرارداد ما هر جا چیز فرانسوی ببینیم اینها رو بیرون میکنیم و ما اینجا هستیم که منافع دولت انگلیس رو در واقع تأمین کنیم. این فتحعلی شاه راجع به سیاست های جهانی هیچی نمیدانست، هیچ نمیدانست که داستان چیست، موضوع ناپلئون چیست، روسا چه میخواهند، انگلیس ها چه میگویند، از این چیزها هیچ اطلاعی نداشت. هر شبت که و تصمیمی میگرفت و لجاج هم میکرد، یعنی اگر آدم دانایی در بین مردم بود در اطرافیان چیزی میگفت، این برعکس اون رو عمل میکرد. در روزگار این فتحعلی شاه اینها ما رجل بزرگی نداریم مثل میرزا تقی‌خان. اینقدر هست که در منطقه آذربایجان هست که عیسی قائم مقام به وجود آمده و ابوالقاسم قائم مقام فرزند او و در کنار دست اینها میرزا تقی‌خان امیرکبیر. اما هر سبب که اینها تأثیری در کار سیاست های فتحعلی شاه نداشتن. این مرد محترم هزار تا زن گرفته، هزار زن گرفته، اسم قریب 150 همسر او در تاریخ هایی که نوشتن آمده و تعداد اولادش هم که بی اندازه زیاد بوده. حالا مثلا 50 پسر داشته، نمیدونم چند دختر داشته و اینها. وقتی مرده 100 و اندی از اینها زنده بودن، زنده بودن. و یکی از گرفتاری هم این بود که این آمده بود این پسران خودش رو استاندار ایالات ایران کرده بود و اینا با هم رقابت داشتن و با هم حسادت داشتن و در واقع ضرور به ایران به دیگر کمک نمی کردن. سهل است که حسادت هم می کردن. تنها پسر لایق فتحعلی شاه همین عباس میرزا بود، عباس میرزای ناکام که با روس ها جنگ کرد و این برادران هیچ کمک که نمی کردن. سهل است هر جایی که شکست می خورد اینا جشن می گرفتن، جشن می گرفتن. آخرش هم برداشتن نوشتن که آقا به اون جنرال روسی که ما حاضریم اینو دستبسته بیاییم به شما تحویل بدیم. بله و بالاخره عرض کنم که حاصل این جنگ ها دو عهدنامه بود، عهدنامه گلستان و ترکمانچای و از دست دادن بخش های مهم مملکت که عرض کردم عظمت ایران به خاطر وجود این سرزمین های حاصل خیز بود و کبیرها برای ما ماند و در استان های حاصل خیز رو جدا کردن. و چون انگلستان دید که ناپلئون قرار است که از افغانستان حمله بکند، یعنی در واقع از این منطقه افغانستان، از قدیم محمود غزنوی، آلوپتکین، مسعود، اینا از این منطقه افغانستان رفته بودن، پنجاب و سایر ایالات هند اونجا گرفته بودن، نادرشاه خیلی راحت رفت و هندوستان رو گرفت. بنابراین گفتن که این افغانستان یک دروازه است به هندوستان. انگلیس ها رو عرض میکنم ما باید یه کاری بکنیم که این افغانستان رو از ایران جدا بکنیم و یک استقلالی برای این خطه به وجود بیاوریم که یک مانعی بشوند برای کسی که بخواهد از ایران به افغانستان برود و از افغانستان به هندوستان. و عرض کردم وقتی نادرشاه رو کشتن
ارز کنم که احمد خان عبدالی فرزندانش اینا تاخت و تازها کردن و نزدیک دهلی رو اینا رو گرفتن و انگلیس ها هم اونجا بود به وحشت انداختن. اینا از فتحعلی شاه خواستن که لشکر بفرسته و این آقا هم یه همچی کاری کرد و بعدا اون آقای از کنم سرجان ملکام آمد به ایران و بعد ارتباط ناپلئون رو داریم در طول جنگ های دوره اول با فتحعلی شاه. خدمت شما ارز کنم دو تا نامه از خوندنیست که این مکاتبات دربار ایران رو با دربار ناپلئون آورده است. ناپلئون نوشته است در میدان جنگ هم بوده، بله، فینکنشتاین در سال 1805 خب حالا عرض شود که براتون میخونم یکی از نامه های ناپلئون به فتحعلی شاه. پاریس، این از پاریس آمده، پاریس 16 فوریه 1805، میگوید که از بناپارت امپراتور فرانسویان به فتحعلی شاه ایرانیان سلام بر تو. من همه جا مأمورانی دارم که از اون چه آگاهی از آن برای من اهمیت دارد به من اطلاع میدهند. به وسیله ایشان میدانم به کجا و در چه موقع میتوانم به پادشاهان و مللی که دوستدارشانم آرای دوستانم اظهار دارم و یاوری های خود را بفرستم. آوازه شهرت که همه چیز را آشکار میکند بر تو معلوم کرده است که من کم و چه کردم، چگونه فرانسه را بالاتر از همه ملل غرب جای دادم، به کدام دلایل آشکار به پادشاهان مشرق دلبستگی خویش دربارشان ظاهر کردم و کدام سبب 5 سال پیش مرا واداشت از اندیشه هایی که برای فخرشان و سعادت ملتشان داشتم منصرف شوم. میل دارم خود به من بگویی که چه کرده ای و برای تأمین عظمت و بقای سلطنت خود چه در نظر داری؟ ایران سرزمین شریفی است که خداوند عطایای خود را از آن دریغ نکرده است. ساکنینش مردمی هوشیار و بیباکند و شایسته آنند که حکومت خوب داشته باشند. ناپلئون آرزومند این بود که ایرانیان حکومت خوب داشته باشند. گریه میکرد برای ما. خودمان هنوز حکومت نرسیدیم. 4 تا مولای عقب مونده جنایتکار مبخور که دست که به تعجیب اینا نمیرسه که چه ارز کنن، پیل تلگراف هم به تعجیبشون نمیرسه، پر نمیشه آقا، پر نمیشه جیب ملا و آخون. اینا شدن حاکم این ایران. شما فکرشو بکنید، ناپلئون میگوید که این ملت شایستن گناه دارن، اینا شایسته حکومت خوبی هستن، والله به ریش بریده، ریش پرخون همه ظاهر. چه ارز کنم، ناپلئون هم از حکومت ایران ناله داشته، میگوید که مردمش شریف هستن، هوشیار و بیباکن و شایسته آنن که حکومت خوب داشته باشن و میبایست از یک قرن پیش تا کنون بیشتر از اسلاف تو در خور حکمرانی بر این ملت نبوده باشند، زیرا که این ملت را گذاشتن از مصائب نفاق خانگی آزار ببینند و از میون بروند. نادرشاه جنگجوی بزرگی بود، توانست توانایی بسیار به دست بیاورد. خیلی مهمه، خیلی تحسین میکرده جنرال شیپ نادرشاه رو. ناپلئون به خودش یکی از دوست جنرال بزرگ تاریخ هست، میگوید نادرشاه جنگجوی بزرگی بود، توانایی بسیار به دست آورد، در برابر فتنه جویان هراس‌انگیز و در برابر همسایگان خویش دهشت افزای بود. همینطورم بود، بر دشمنان خود چیره شد
رب با فخر پادشاهی کرد، ولی این فرزانگی را نداشت که هم در فکر حال و هم در اندیشه آینده باشد. احفادش جانشین او نشدند. این حتی ناپلئون کاملا درسته، میگن نادرشاه ژنرال بزرگی بود، اما این مایه تفکر نداشت که پادشاهی در دولتش ادامه پیدا کنه. با کشته شدن خودش از میان رفته. احفادش جانشین او نشدند. تنها محمد شاه عم تو در نظر من شاهانه زندگی کرده و خسروانه اندیشیده است. محمد خان قاجار رو میگه قسمت اعظم ایران را به تصرف خویش درآورده و سپس اون توانایی شاهانه را که از فتوح خویش به دست آورده بود برای تو گذاشته است. بله، یه ریشایت را گلاب بزنی. این من گفتم جنیست. تو هم ماننده وی از آرای ملتی، از سوداگران که در هندوستان با جان و تاج شاهان بازرگانی میکنند حذر خواهی کرد. یکی از توهین هایی که ناپلئون به انگلیس ها میکرده گفته یه مش دکوندار بازاری بهشون میگفت، میگفت اینا دکوندارن، همه چیز رو میخرن و میفروشن و همه چیزشون هم برای فروشه. تو این نامه میبینید منعکس کرده. خب ورزش ملت خیش را وسیله جلوگیری بله از تجاوزهایی که روسیه در قسمتی از کشور تو کمسای خاک اوست بدان کوشش دارد قرار خواهی داد. یک تن از خدمتگزاران خیش را نزد تو میفرستم که در بر من مقامی مهم و اعتمادی کامل دارد. مأمورش میکنم که احساسات مرا به تو بگوید و هرچه به او بگویی برای من ادا کند. به او فرمان میدم که از استانبول عبور کند و میدانم که یکی از اتباع تو بله اسم روسیه بزرگ نوشته به اونجا رسیده و خود را فرستاده تو قلمدار کرده است تا به نام تو به من پیشنهادهای دوستی بکند. خدمتگزار من جوبر در مأموریت این ایرانی تحقیق خواهد کرد، از اونجا به بغداد خواهد رفت و اونجا روسو یکی از مأمورین با وفای من راهنمایش خواهد شد و سفارش های لازم را به اون خواهد کرد تا به دربار تو برسد. این جوبر که میگوید شخصشناس هم بود، زبانهای عربی و اینا خیلی وارد بود و ایران رو میشناخت. به محض اینکه پیشرفت این روابط مسلم شد هیچ مانعی نیست که باقی و برقرار بماند. همه ملل نیازمند به یکدیگرند. مردم مشرق زمین جرأت و هوش دارند، ولی نادانی از برخی صنایع و اهمال از نظامات که باعث افزونی نیرو و فعالیت لشکر است ایشان را در جنگ با مردم شمال و مغرب نقصان می‌دهد. دولت توانای چین سه بار در تصرف آمده است و امروز حکمران یک ملت جنوبی است و خود به چشم خویش می‌بینی چگونه انگلستان که یک ملت غربی است و در میان ما در شماره اون مللی است که جمعیت اون کمتر و قلمرو به اون تنگ تر است همه دول هندوستان را می لرزاند. نامه فصیح زیبا بدون چربی بدون مغالطه. حالا بعد نامه فتح‌علی‌شاه هم می خونم براتون که بخندید. اجازه بدید با درود بر شما هموطنان گرامی، یک بله ای از صدای من پخش شد. هموطن بسیار محترمی زنگ زدن که آقا عربستان و ایران نمیدونم چی شده، شما بشین راجع به اینا صحبت کنید. عزیزم شما هر جا رو که باز کنید از بام تا شام دارن در این باب صحبت میکنن. این سی ان ان رو بگیرید از بام تا شام داره راجع به همه بقای. بنده خبرنگار نیستم، بنده تحلیلگر خبر نیستم. اینا رو باید مراجعه کنید به ABC, NBC, CBS نمیدونم همین تلویزیون فارس جاهای دیگه همین دارم میگن. هیچ خبری نمیشه آقا، هیچ خبری نمیشه. خیالتون راحت باشه. یه شیعه اونا گردن زدن، یه سرسره همینا کردن، هیچ خبری نمیشه.
نگران نباشید. خب اجازه بدید که ببینیم نام نگاری چگونه است. این که عرض کردم مقالطه، خود حشو و زوائد در رامه که ربطی به موضوع نداشته باشه مقالطه است. دیدی ناپلئون یک کلامی که اضافی باشه در نامش نبود، مزخرف و لا تائل و هوا و زمین و نمیدونم حبیب ابن مظاهر اینا نبود. حالا ببینید نامه فتح‌علی‌شاه رو ببینید، ذهنیت ما رو میرسونه، ذهنیت رو چقدر تعارفات تعارفات. خیلی خوب ببینید چی نوشته فتح‌علی‌شاه به ناپلئون. ناپلئون که وقت نداشت که به این مزخرفات گوش کنه، دائم در حال جمع بود. میگوید که آغاز نامه نام خداوندی است که نیستی را به ساحت هستیش راه نیست. سر تا قضیه چه؟ هیچی مغلطه، مصادره به مطلوب. خداوندی است که نیستی را به ساحت هستیش راه نیست. خب چه رفتی به ناپلئون داره؟ و در نیستی هیچ، در نیستی هیچش حاجت لشکر سپاه نیست. بله، هر که بیاد اوست برباد است و هر که بیداد اوست بیداد. بله، سجد درست کرده. پیغمبران پیش را به گونه گونه کیش برای آزمایش فرستاد و خسروان معدلت اندیش را به جهت آسایش یافتن خلق خیش توانایی و گشایش و رأی مهرزیای شهریار بختیار کامکار تاجدار خدیر ملکارای کشورگشای فیلفوس از اسکندر، ببخشید فیلفوس از اسکندر رز، حقوق و حقوق، ایوب منجوق، دانیال دانش، مسیح بینش، زفرمند، عدوبند، بغسمند، اسیر خاصیت، سبا نهزد، آواهنگ، زمین درنگ، مؤسس اساس دشمن شکنی و جهان ستانی، مهندس بنای مردانگی و مرزبانی، شیراز بند عرض بکنم که تورات الفت، زینت بخش صلیب و واحدت، پادشاه سپهگاه، بلند جاه قوی دستگاه، برادر محبت پرور، امپراتور اعظم، بله، ملک ملک ایتالیه، مالک ممالک فرانسه عالیه، که پیوسته دوستانش را نصرت و فیروزی روزی باد، محجوب و پوشیده نماناد که اکنون که به خواسته خداوند بیچون پایه اتحاد و یگانگی این دولت روزافزون به حدی استحکام یافته که تا زمین را قرار است از تصاریف روزگار به هیچ گونه خلل نپذیرد و پرتو مهربانی و وداد از دو جانب بر نهان خانه فواد چنان تافته که تا آسمان را مدار است از تراکم فتنه و فساد و اغیار غبار نگیرد. به ساخت نشاط انگیز وزن وفا بلندتر از آن است که شور انگیزان را بدان دستی رسد. ناپلئون لابد تعجب کرده، گفت این مفکه اینا چی نوشته، اینا معنی چیه؟ یک کسی بیاد به من بگه اینا دلیل آوردن این داستان چیه؟ بله، این نوع نامنگاری روزگار فتح‌علی‌شاه بوده. روزگار صفوی از اینم بدتر بوده، نامه های نوشتن که بار شطور کردن یه نامه رو. دو تا مطلب کوچیک مزخرف بوده، میخواستن به رسن پادشاه هند بنویسن، شطور باید را بندازن با نامه. دیدید که اینا یه مش حشو و زوائد و عرض کنن که چیزهای به درد نخور بردش نوشته. خیلی خوب، حالا چه اتفاق افتاده وقتی این کار را کرده؟
آقای ناپلئون بناپارت آمده و عرض میکنن که هیئتی فرستاده که مشهورترین اینها ژنرال گاردان بوده. بله اینجا می تصویر از عباس میرزا بیچاره هست. بعد نیست ببینید این عباس میرزا است، این لایق‌ترین فرد قاجارا عباس میرزا بدبخت بود که هیچ کمکی به این نمی کردن. حتی از فرستادن غذا برای سربازا عرض کنن که تن میزد، میگفت خردشون زیاده و میخواست که در جنگ هم پیروز بشه. کتابی که دست من هست خدمتتون الان میخونم، این کتاب هست از تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر جلد اول، تألیف استاد سعید نفیسی. کتاب مهم دیگری هم اینجا جلوی من هست که 6 جلد تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس از در قرن 19 هم تألیف محمود. این محمود اسمش فامیلش در واقع محمود پهلوی بود، خیلی مشهور این داستان که بعد که شاه آمد خواست برای خودش اسم انتخاب کند، گفتن آقا پهلوی بگذارید، گفتن بگردید هر جا که پهلوی پیدا کردید ازشون بگیرید و هیچ کس حق ندارد که پهلوی فامیل کند. آمدن این محمود پهلوی رو پیدا کردن، گفتن آقا از امروز که شما محمود پهلوی نیستی. گفت چطور آقا؟ ما شناسنامه ماست. گفتن نه، این دستور شاهنشاه است، شما همین الان یک فامیل انتخاب کن تا ما اون فامیل رو در شناسنامه بذاریم و پهلوی رو از شما بگیریم. گفت که حالا که زوره، محمود برای من خوبه. گفتن محمود. این محمود تصمیم گرفت در باب مناسبات ایران و انگلستان کتاب بنویسه و کتابش در واقع شش جلد خیلی مهم هست که دوستی برای من از اروپا فرستادن و ما هم از استفاده میکنیم برای این صحبت. خب میگوید که درست معلوم نیست از چه تاریک فکر لشکرکشی به طرف هندوستان در دماغ ناپلئون پیدا شده بود. اونچه که معلوم است مدتها قبل از مسافرت به مصر او در این خیال بوده و الان مشاهده میشود به هیچ وسیله نمیتواند بر انگلیسی ها دست یابد. چه انگلیسی ها در جای قرار گرفتند که قوای ناپلئون به آنها دسترسی ندارد. جای اونها در پناه امواج بی پایان دریاها واقع شده و از هر خطری مسئول هستن. این جغرافیا انگلیس میگه که در دریای شمال، احمدی‌نژاد میگفت در شمال آفریقا، رئیس جمهور ایران گفت انگلیس جایی در شمال شرقی آفریقا. بله اونجا عرض کنم که بین در واقع کشور فرانسه و انگلستان دریای مانشه، خیلی هم بزرگ نیست، حدود 20 مایل و اندی نرنده که کم و زیاد. و این انگلیس به خاطر همین دریا که اون طرفش هم دریا شمال هست محفوظ بوده از دشمن، به جهت اینکه نه تنها راه آبی مشکله، نیروی دریایی بی اندازه نیرومندی داشتن و کسی نمیتوانست به اینا دست پیدا کنه. در جنگ دوم هم هیتلر دید که با نیروی دریایی نمیشود که انگلیس پیروز شد. بعد از که فرانسه رو گرفت، پایگاه ساخت در فرانسه و از اونجا نیروی هوایی آلمان رو مأمور کرد که در واقع صنایع انگلستان رو منهدم بکنن و بعد نیرو پیاده بکنن. البته نشد.
خیلی خوب مقاومت کردن انگلیس ها و هیتلر از اونجا کشید به جنگ روسیه و دست برداشت از نبرد بریتانیا. اینجا داره توضیح میده که اون سوی دریافت ماشه. دولت انگلیس نه تنها در زمان ناپلئون بلکه همیشه در هر موقع به دو وسیله خود را از خطر محفوظ داشته است. یکی به واسطه موقعیت جغرافیایی که به کلی این قطع از خطرات قاره اروپا مسئول است، دیگری به واسطه کشتی های جنگی بیشمار خود که هم حافظ سواحل انگلستان است و هم وسیله تأمین آذوقه جزایر بریتانیا. ناپلئون تمیز داده بود و خوب فهمیده بود که اگر بخواهد بر انگلستان فاقاید، ناچار باید به منافع قدرت و ثروت آن ضربه مهلک وارد آورد. مهمترین این منابع مملکت پهناور و زخیز هندوستان است که سالها بود به دست انگلیس افتاده بود. برای انجام این مقصود میبایست با ممالک شرقی روابط نزدیکی پیدا کند که یکی از آن ممالک کشور وسیع ایران است که وصل به هندوستان میباشد. این از سبب عمده علاقه ناپلئون به کشور ایران. بعد میگوید در اون تاریخ راهی که تصور میشد خشون ناپلئون بتواند خود را به هندوستان برساند راه دریایی بود، یعنی از راه دریای مدیترانه. خشون ناپلئون در اسکندرون از کشتی پیاده شده از راه بیروت، شام و عراق عرب به ایران برسد و از اونجا به اتفاق خشون ایران به هندوستان حمله کند. البته برای اجرای نقشه قبلا میبایست دولت ایران را همراه نمود که مشکلاتی تولید ننماید. اولین اطلاعی که از ایران به دست ناپلئون افتاد و او را از اوضاع ایران مطلع گردانید یادداشت‌های یک نفر تاجر فرانسوی مقیم استانبول بود به نام اسکالون. این تاجر بعضی اطلاعات در باب ایران به مارشال برون سفیر فرانسه در دربار سلطان عثمانی داده. مارشال مذکور این اطلاعات و یادداشت‌ها را برای وزیر امور خارجه فرانسه ارسال داشته. اونیز اونها را به نظر ناپلئون رسانی. یک نفر فرانسوی دیگر مقیم مشرق زمین به نام روسو اطلاعات وسیع زی قیمتی از کشور ایران تحصیل کرده بود و همه اطلاعات را جمع‌آوری کرده برای وزارت روابط خارجه فرانسه ارسال نمود. خیلی خوب، باری این نامه‌ای که خدمتتون خوندم دو نامه بود از سوی فتحعلی شاه در واقع و ناپلئون، بله، که البته ترجمه هاش مختلفه. ترجمه آقای نفیسی، استاد نفیسی، فصیح تر هست. امیر جان وقتمون تموم شد؟ بله. خب حالا میخواستم برسم به عهدنامه بین اعلی حضرت ناپلئون و فتحعلی شاه که وقت تمام شد و در هفته آینده به این عهدنامه اشاره میکنیم که چه در آن نوشته شده بود و بعد چگونه این مرد بی عقل که دشمنان خونخواهی مثل روس‌ها و انگلیس‌ها در همسایگی خود داشت برداشته عهدنامه بسته با یه دیکتاتور ناپایداری که هرگز نمی‌شناسه و چگونه کشور ما رو در واقع دچار گرفتاری بسیار کرد. وقت ما در اینجا به پایان رسید. یک باری که اعلام می‌کنم خدمت شما که ما در 31 ژانویه از ساعت 3-5 بعد از ظهر در پترولیوم کلاب خواهیم بود در اوکلاهاما سیتی، اوکلاهاما. تا برنامه دیگر با سپاس از امیر گرامی.